Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. محترم، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس با سه گزارش، یک نقاش، یک نقاش و سخنرانی و ساز. در گزارش اول در گالری لیندا فارل در اوایل فروردین خانم معصومه پناهگر تابلوهای خودش رو به نمایش گذاشت. خواهید دید هم تابلوهای ایشان و هم گفته هاشون بسیار جالب و در خور توجه. سوم فروردین ماه هست، گالری لیندا فارل به مدیریت آقای کامیابی میزبان خانم معصومه پناهگر هنرمند نقاش است. پیش از هر چیز آشنایی با کارهای این هنرمند. سانسوری و ناباوری در این آثار صحبت شده. عنصر اصلی این مجموعه زن هست، از جنس خود من. لایه‌های پیچیده‌ای در زن وجود داره که این ناباوری‌ها درون شکل گرفته. به عوامل بیرونی کاری ندارم، عوامل درونی یک زن، ساختار درونی زن لایه‌های پیچیده‌ای داره که باعث شده که به ناباوری‌های دست پیدا بکنه. این ناباوری‌ها باعث شده که عوامل بیرونی هم به نوعی بهش فشار بیارن، نتونه مقابله باهاشون بکنه. اینکه از اشیاء تند و تیز در کارها استفاده شده در واقع دنیای معاصر رو تشکیل دادن و این تضادی هستش که پیچیدگی‌های درونی زن رو به شکل خیلی باورپذیرتری داره به خودش رنگ و لعاب میده و نشون داره میده. بعضی از تابلوهای شما به خصوص برای مثال اونی که پشت سرش ایستادی، جلوش ایستادی، آدم حس میکنه که یک نگاه دومی هم در نگاه اول شما که اون زن هست وجود داره. این نگاه دوم شما این یا چیز رو کسی میگه؟ این نگاه دوم غیاب هست. این غیاب و مخاطب من تصمیم میگیره که اون غیاب کی میتونه باشه، خود مخاطب هست یا فرد دومی هستش که تو زندگی اون زن شکل گرفته. تو تعدادی از آثار شما این غیاب رو به صورت خیلی واضح تری دارین میبینید. در تابلو پشت من فنجان قهوه‌ای هستش که این غیاب رو به وضوح داره نشون میده، ولی در عین تمثیل این زن راهی رو انتخاب میکنه که به مرگ ختم میشه. یه داستان خیلی دوری هست، زمان قاجار، که با سم در فنجان قهوه به زندگیشون خاتمه میدادن. این زن در عین وقار، در عین تمثیل که تمام زندگیش رو فرا گرفته، تن میده به همون خودکشی. آیا شما همیشه در تمام کاراتون فقط سراغ زنان رفتید
یا مردان یا موضوعات دیگه را دنبال. ببین، ناباوری حتما مختص به زن نیستش. آقایون هم میتونن مورد این ناباوری و به نوعی خود سانسوری قرار بگیرن. اینی که چرا در این نمایشگاه، در این مجموعه من زن رو انتخاب کردم، جنس خودم رو انتخاب کردم، به خاطر که لایه‌های درونیش رو خیلی بهتر و باورپذیرتر میشناسم. آیا تابلوهای شما رو باید تابلوهای غمگین دونست، خشن دونست، یا همون چیزی که میگویید ناباوری، که من میخوام کلمه کنجکاوی رو بهش اضافه کنم؟ اگه دقت کنین، تمام زنهای مجموعه من رنگ طبیعی پوست بدن رو ندارن، کبود و مرده هستن، زنهای به ظاهر زنده. از دید من، زنی که نتونه اون جسارت لازم رو، اون باور لازم رو در زندگیش داشته باشه، به نوعی مرده هستش، فقط زندگی داره میکنه. آیا این زنان صاحب ملیت خاصی هم؟ به هیچ عنوان. ببینید، پورتره ها از قرن 19 هم به نوعی گرفته شدن. اشیا امروزی هستن، معاصر هستن. این زن ها تو ادوار مختلف دیده شدن، در دنیای امروزی ما هم هستن، دیده میشن، ولی نوعش مختلفه، متفاوت هستش. هفته پیش بود که به شما در مورد نشست انجمن فرهنگ آزاد به مدیریت خانم انزلیچی و حضور گروه تئاتر ما و آقای ایرج پزشکزاد گفتم. در همون نشست خانم ونشا رودبارکی هم حضور داشت تا در مورد کارهای نقاشی و مهمتر مسئله نور و باورهای او به این موضوع مهم در کار هنری و اصولا در زندگی همه ما صحبت کنه. همونطوری که خودتون میدونین بهتر از من، اساس کار هنرهای تجسمی نور هست. یعنی اگر که نور نباشه، نقاشی هم نیست. کار نقاشی چیزی نیستش که ما بتونیم لمسش کنیم، تنها میتونیم از راه دید ببینیم. اگر نور در کار نباشه، یعنی در یک اتاق تاریک، شما هیچ کار تجسمی، نقاشی یا عکس رو نخواهید دید. و حالا اگر نور درش خیلی زیاد باشه و اشباه بشه اتاق از نور، ما باز هم کار رو نخواهیم دید. و برداشت ما از یک کار تجسمی و کار نقاشی در واقع اون میزان نوری هستش که به شی یا به تابلو میتابه، اون میزان هستش که میتونه دیدگاه ما رو از کار نشون بده. یک کار نقاشی یا کار عکاسی رو شما اگر در نورهای متفاوت و فضاهای متفاوت ببینید، برداشت‌های متفاوتی ازش خواهید داشت. نقاشی که از یک سوژه استفاده میکنه، این سوژه میتونه که یک سوژه در واقع واقعی باشه و قابل مشاهده باشه، یا اینکه سوژه باشه که در اندیشه‌اش هست. ولی کاری که اجرا میکنه بستگی به میزان نوری هستش که خودش میخواد که به تابلو بتابه، از کدوم زاویه بتابه، و اینکه آیا نور رو در خودمون جستجو کردیم یا نه، و آیا حضور نور در درون
فرد هنرمند یا نقاش در هر زمینه‌ای که فعالیت می‌کنه این در کجا قرار گرفته، اینها همشون عواملی هستن که در کار من باعث شدن که من در این سال‌های اخیر مطالعه زیاد بکنم. این اندیشه حضور نور در کارها، علت پیدایشش، من زمانی بودش که دانش آموز بودم، در راهنمایی دوم راهنمایی بودم و ما درس فیزیک رو شروع کرده بودیم و راجع به نور و تفرق صحبت می‌شد. برای اولین بار اونجا بودش که من توجهم جلب شد به موضوع نور، چون اونجا بود که متوجه شدم که در واقع شی میتونه تغییر خاصیت بده و تغییر شکل بده بسته به اینکه نور از کجا داره بهش میتابه. زمانی که ما تفرق رو یاد گرفتیم تو فیزیک و از اونجا به بعد بود که من حدود 13-14 سالم بود و کم کم شروع کردم برای خودم با نور بازی کردن و چشام میبستم، برای خودم مانع میذاشتم، نور رو کم و زیاد میکردم و میدیدم که مثلا یه درخت بستگی به این داره که نور از کجا بهش بتابه، از پشت بتابه، کجا باشه و این چطور ما میتونیم که دیدگاه متفاوتی نسبت به موجودیت و در واقع اوضاع فیزیکی درخت داشته باشیم. در این سالهای اخیر من خیلی تلاش کردم که روی انرژی های طبیعی که در واقع در محیط پیرامون ما وجود داره، انرژی های طبیعی و میتونه اثر بذاره روی انسان و دیدگاه انسان، روی اینا یه مقداری مطالعه کردم و به موازات اون انرژی که در بیرون بود، به موازات اون مشابه اون رو در درون انسان که خودم هستم در واقع به دنبال اون میگشتم و خورده خورده متوجه شدم که برای اکثر این انرژی هایی که در بیرون وجود دارن، انرژی های طبیعی از جمله مثلا میتونیم بگیم قدرت هایی که وجود دارن، توانایی که هستن، زیبایی هایی که در محیط پیرامون در طبیعت هست، به موازات اون و معادل با اون در درون انسان ها هم این انرژی ها وجود دارن و این رو من در هنرهای رسمی در واقع بهش رسیدم و برای همین هم هستش که خیلی نزدیک به هنرهای رسمی همچنان ادامه میدم، برای که برای من یک دروازه ای رو در واقع گشود که متوجه شدم که حتی نور هم که در بیرون وجود داره و ما سرچشمه نور خورشید میبینیم و در واقع نور اگه نباشه هیچی نیست، این در درون ما انسان ها هم یه جورایی وجود داره. در واقع از اونجا به بعد شروع کردم به نوشتن روی حالا اون چیزی که تحقیق میکردم، جمع‌آوری کردم و خودم شروع کردم دیدگاه خودم رو نوشتم. یک به هر حال یک چیزی شد که هنوز تموم نشده، 20 فصل هست و یکی از اون فصل بسیار مهمش همین مسئله نور هست و سرچشمه نور که توی نقاشی های من بعدها وقتی که خودم به کارهای خودم نگاه میکردم بیشتر اونا رو میفهمیدم و متوجه میشدم و چیزهایی رو درشون کشف میکردم که در زمانی که من تلاش کردم که این کارها رو به وجود بیارم هرگز فکر نکرده بودم. یعنی من اصلا خیلی به طور خودجوش نقاشی کردم و میکنم و اصلا تفکر نمی کنم و از پیش زمینه سازی نمی کنم. به جایی رسیدم که متوجه شدم که راه حل در درون انسان هست، راه حل رو انسان ها در اون بخشی از انرژی هایی که در درون خودشون دارن که نور هم جزی در اون هست، راه حل هم در همون هست. یک ویدیوی خیلی کوتاهی هستش که اون فیلم رو ببینید جون اگر میتونید بذارید. Thank you.
بعد از دو هنرمند نقاش اینک نوبت به ساز میرسد با دو هنرمند هلندی و ایرانی، مصطفی امیدی فرد که سالهاست در پاریس فعال به سازهای گوناگون ایرانی آشنا، که به دلیل اهمیت کارش دیگر از گفتگو صرف نظر کردیم. امیدوارم این آثار رو که با هنرمند هلندی و مصطفی امیدی فرد در پاریس اجرا شد در کنار رودخانه سن بپسندید. Thank you.
که از هزاری قیمش نبا کنم.